السلام علیکم، صبح همهتان بخیر. مجله صبح پل ارتباطی میان شما و مسئولین در آغاز برنامه بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای داغ سیاسی اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود برای شما نشر شد و قسمی که در پنجشنبه روز مجله صبح قرار داریم مخاطر صفحه شما را همراهی میکنم و موضوع برنامه امروزمان هم وضعیت امنیتی کابل است. شما هم اگر در رابطه موضوع برنامه پرسش و دیدگاهی دارید، شماره تماس برنامه 0791-300-6254 در اختیارتان قرار دارد. میتونین همین لحظه به گونه مستقیم با برنامه به تماس شده پرسش و دیدگاه و نظری را که میداشته باشید با ما در میان بگذارین. تا در لابلای بحث امروزمان که مهمان ما در این برنامه آقای فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل حضور دارن، پاسخ بگن پرسش هایتان و در کنارش آغاز برنامه است. قابل یادآوری میدانم انگامی که تماس میگیرین صدای تلویزیونتان را پخش بکنین و یا ای که موقعیت دورتری از پای تلویزیونتان انتخاب بکنین تا ای که ما صدای شما را به گونه درست داشته باشیم. آقای فرامرز خیلی خوش آمدین و سپاس از اینکه وقت گذاشتین. در آغاز تدابیر امنیتی را که به خاطر محرم گرفتین میشه از اینجا آغاز بکنیم، چون ما سالهای گذشته شاید حملات می بودیم در انگام محرم. بسیار تشکر، سلام خدمت شما بیننده خوب مجله صبح، آرزو می کنم سلامت و بخیر باشن. دی محرم یا ماه محرم و مراسم مذهبی که در افغانستان برگزار میشه بدون شک نیاز به تدابیر امنیتی داره و این به این دلیل که دشمنای مردم افغانستان حراس افکنا بسیار واضح نشان میتن که به ارزش‌های اسلامی و انسانی و بالاخره به هموطنای عزیز ما اونا اصلا هیچ ارزش قائل نیستن. شک هم وجود نداره که اینا در گذشته و اکنون هم شاید تلاش بکنن که اماکن مقدسه و مردم که به خاطر برگزاری مراسم مذهبی خود تجمع میکنن هدف قرار بدن. به این ملحوظ ما تدابیر امنیتی خود را از قبل گرفتیم. چیزی که متفاوتتر هست، ما سال گذشته هم داشتیم و امسال بیشتر یک اندازه ریاضی برنامه خود کار کردیم. حضور نمایندهای مردم به منظور تطبیق پلان امنیتی ما سال گذشته مردم را با خود داشتیم در قسمت امنیت دی محرم و روزهای محرم که خوشبختانه نتیجه مثبت داشت، چون تجربه نشان داد که حضور مردم در کنار نیروهای امنیتی ما نتیجهش بهتر و مؤثرتر است. در این سال هم تلاش کردیم تا مردم باشند. حتی در سوق اداری آمادگی های امنیتی که بخاطر محرم گرفته شده مردم حضور دارند، نمایندهایشان هست. کمیسیون عالی برگزاری مراسم مذهبی محرم که شامل تیم امنیتی کابل، رهبری تیم امنیتی کابل و بیش از 20 تن از هموطنهای عزیز ما که مصروف هستند در نقاط مختلف کابل و به خاطر برگزاری مراسم مذهبی خود کار میکنند، نماینده از اونا هم هست. با ما یک جا پلان امنیتی را که ما آماده کردیم تطبیق میکنیم. آمادگی ها گرفته شده و بیشتر در نقاط که تکایا هست، حسینیه ها هست و اماکن مقدس هست ما تلاش میکنیم که تامین امنیت بهتر و خوبتر اونجا را به مسئولیت بگیریم و تلاش ما همی است. تماما مسئولیت تامین امنیت برمیگرده به تیم امنیتی کابل در تمام بخش ها، نه تنها محرم. اول حال که در پیشرو هست، امروز ششم ماه محرم هست، شش روز از این ده روز گذشته. در این شش روز هیچ مشکل هنوز ایجاد نشده و ما امیدوار هستیم که هیچ مشکل هم اتفاق نفته، چون تدابیر به شکل بسیار شدیدش گرفته شده. مراسم مذهبی بوده در تمام تکایا و سینیا، در مساجد دوستا مصروف برنامه خود بودند و ما تدابیر امنیتی خود داشتیم. انشالله که به می شکل جدی شده ما خود داشت. سپاس می پردازیم به بحث بیشتر، اما حالا میریم سراغ تماس و می شنیم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستند. بفرما بیننده محترم. متاسفانه تماس اینا قطع شد. هنگامی که تماس میگیرین موقعیت خوبتر و مناسبتری را انتخاب بکنین. میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم. تماس شما برنامه وصل است، بپردازین به پرسش و دیدگاهی که دارید.
متاسفانه تماس اینا هم قطع شد. آقای فرامرز، ما در این اواخر شاید افزایش و تشدید حملات مخالفین مسلح هستیم. چقدر مطمئن هستین که با همین تدابیری که اتخاذ شده جلب وقوع انفجار انتحار گرفته خواهد شد؟ تشکر. بین از دیشب صحبت بکنیم، حراس افکنا دیشب یک ماین را در ولسوالی دیسبز جاسازی کرده بودند به خاطر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی ما یا افراد ملکی. خوشبختانه کشف خونسا شد. به می ترتیب مواد منفجره را در مربوطات حوزه دهم در کابل در منطقه قلعه موسا جاسازی کرده بودند دیشب. خوشبختانه شخص آمر صاحب حوزه دهم که در گزمه بودند خودشان اونجا بررسی کردند و تیم استحکام رفت اونجا، موضوع حل شد، مشکل ایجاد نشد. ما قبلا یادآوری کردم که دشمن آرام نمیشینه، حتما او کار خود را میخواد انجام بده. اما تدابیر نیروهای امنیتی ما به شکلی است که نه تنها کابل، شما از تشدید حملات حراس افکنانه صحبت کردن، اما بیاین ببینین که تشدید حملات نیروهای امنیتی ما در مقابلشان چگونه است. کابل پایتخت کشور عزیز ما افغانستان یک مکان است که حراس افکنا و گروپ های تروریستی همواره به خاطر امتیازگیری کالا فکر میکنن امتیاز از اینا وابسته است به خون افراد ملکی، مین مشکلات ایجاد میکنن، در حال که اجسادشان بسیار زیاد در میدانهای نبرد در کنداز، بغلان، امیل لحظه جنگ جریان داشت در روی میدان نبرد اجسادشان افتیدگی است و این نشان میتوازی که اینا چقدر ضعیف هستند و در جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی ما هیچگاهی نمیتونن اینا کامیاب شوند. از طرف دیگر به خاطر از اینکه حداقل بتانن اون موقف خود را که قبلا میگفتن که ما گویا قدرت داریم و ما میم قدرت از اینا هدف قرار دادن افراد ملکی است. شما ببینن، هرچند نمیخواستم در این صحبه زودم اشاره داشته باشم به این موضوع، اما انفجار اخیری که در مربوطات حوزه نهم گذشت، اینا ادعا کردن بسیار به بی‌حیایی آمدن اداره کردن که ما آمدیم و متجاوزگرا را هدف قرار دادیم. حالا تمام فیسبوک، سوشال میدیا، رسانه را ببینن، اطفال نازنینی که مجروح شدن، شهید شدن، آیا اینا متجاوزین هستن؟ اینا کیا هستن؟ همیشه افراد ملکی هدف قرار گرفته توسط از اینا و همیشه نشان دادن که به هیچ ارزش اینا قائل نبودن. اما ما به آمادگی که داریم اطمینان میخواهیم به مردم خود بدیم که نیروهای امنیتیشان همواره قربانی دادن به خاطر تامین امنیت مردم و در آینده هم قربانی خواهد دادن و این تدابیر امنیتی هم به شکل گرفته شده که ما جلو تمام برنامه از نارا بگیریم. در هفته که گذشت به عملیاتی که ما در ولسوالی دیسبز داشتیم، بعد از ختم عملیات معلوم شد که اینا ده برنامه حراس افکنی را قرار است در ماه محرم در کابل انجام بدن. ده بالون گاز با بشکایی که پر از مواد منفجره بود ما از نزد حراس افکنا از ولسوالی دیسبز از مربوطاتش کشف و ضبط کردیم. مواد منفجره خونسا شد و این مواد آماده شده بود به یک انتقال پیدا بکنه به شهر کابل و اینجا در امکان مقدس و یا هم در مراسم عاشورا از استفاده شود. خوشبختانه جلو این برنامه‌شان گرفته شده. آقای فرامرز، از دید شما چی راهکاری وجود داره که در کنار تامین امنیت افراد ملکی، جان نیروهای امنیتی هم محفوظ بمانه و مورد حمله قرار نگیرن یا یک قربانی نباشن؟ راهکار بهتر و مؤثرتر از اتحاد و همکاری متقابل مردم پلیس در این زمان مفکر میکنم هیچ راهکار دیگه مؤثرتر نخواهد بود. از هر زمان دیگر که ما اکنون بیشتر به همکاری مردم خود نیاز داریم. نیروهای امنیتی ما هستن، تلاش میکنن، قسم گفتم قربانی میتن به خاطر تامین امنیت همشهری عزیز ما، اما وقتش است که ما از هر زمان دیگر که بیشتر همکار پلیس باشیم، همکار نیروهای امنیتی خود باشیم. همکاری مردم مؤثرترین راهکار است مفکر میکنم. همکاری عملی شوه، بیشتر شوه و ما مجرم، اگر تروریست هست، اگر بس جرایم جنایی هست یا حراس افکنا هستن، اینا هیچگاهی از چشم مردم پنهان بودن نمیدانن. هیچگاهی هر جا طرف که باشن مردم میتونن اینا را ببینن و ما هم راههای زیاد را ایجاد کردیم که مردم بتونن با ما اطلاع بدن. بس همکاری مردم بیشتر چقدر آگاهی دهی شده و چقدر اعتماد سازی شده تا همین فاصله اندکی هم که بین نیروهای امنیتی و شهروندان وجود داره از میان برداشته شده و چقدر برداشته شده؟ روی ازی پاسخ شما را می داشته باشم، اما بعد از یک تماس به گمانم که بیننده ما از ولایت کنر روی خط تلفن با ما هستن. بفرمایین. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، خرغلی خبرونی تا نوم مو بخلی؟
خغلی محمد رحمان خرغلی خبرونی تا میربانی سال دی چه موضوع مو ده کابل امنیتی وضعیت ده خود ده چه تاسو پتراوی کما پختن یاد لید لوری لاری منگی سراورو خوشحال اوسی من خود خبرونم واری دلان او دا جناب ورور خبر هم منگا تعقیب کردی انشاءالله دیر خی خبری وکلی خدای پاک دیر دی پزوانه که برکت واچه اولتی خبر ادا سیرا چه انشاءالله دا افغانستان انشاءالله دشمنان نابود دی او کم خبر ادا سیر نشده دی چه دی بیا هم پا افغانستان منده یا بیا بلخصوص پا کابل بانده دا خو مقصد دی دشمن یا پل پلان دی او شون دقیق امکانات دی نشی کوله چه دی کامیاب شی او خپل هدف ته ورسیږي مسله اصلي دا ده چې کله چې په یو نظام کې داسې یو خلک واوسیږي چې هغه د وطن دپاره د کامیابۍ سبب ونیشي نو خامخا به وطن باندې دا رقم حالات راځي تاسو فکر کوئ چې خلک په ځانګړې توګه همدغه کونړ ولایت کې څومره امنیتي ځواکونو سره همکاره دي او دغه همکاري تاسو څومره اړینه بولئ په ټولو برخو کې د هیواد د کونړ ولایت متدین خلک او بالخصوص د کونړ ځایي اوسیدونکو او د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو انشاءالله سل په سلو کې اطمینان درکوم چې د خپل دولتي ارګانونو سره هم غږیږي او پخپله سره انشاءالله مل یو هر رقم دغه چې وي انشاءالله موږ به ورسره همکاري کوو او موږ ورسره یو یو او موږ په خپلو دولتي ارګانونو باندې ویاړو فخر پرې کوو خاصه توګه د اردو ملي افغانستان کور ودان له اړیکې مو مننه بفرمایئ نقای فرمان بسیار تشکر اجازه بدین من هم تشکری بکنم از دوست ما محمد رحمان و به آرزو میکنم دوستایی که در ولایت کنر هستن خوب سلامت باشن شک وجود نداره که اینا هم روی همکاری و هماهنگی مردم و پلیس صحبت کردن نیروهای امنیتی و پرسش شما هم مشخصا در این مورد بود ما یک بخش پلیس مردمی داریم در قماندانی امنی کابل و به این ترتیب در سطح کلان در وزارت امور داخله ریاست پلیس مردمی است که شاملش مرکز اطلاعاتی 119 هم میشه موضوع این که ما چی کارهایی را کردیم که حداقل بستر اعتماد سازی بین پلیس و مردم بیشتر شود و در واقع ما تانسته باشیم همکاری مردم را بیشتر جلب بکنیم و فاصله اندک که شما گفتین من به این باور هستم که فاصله وجود نداره فقط یک اندازه بیشتر نیاز از همکاری در حال که ما خیلی نزدیک هستیم اما بعض اوقات بعض از دلایلی که دشمن به یک نوع از استفاده کرده و تحت تاثیر قرار داده در بعض از نقاط افراد و اشخاص و امتنای ما را اونجا نیاز است که باید دوباره کار شود که ما روی از مسائل کار میکنیم شما ببینید اگر همکاری مردم نمی بود ما فعلا شاید به مشکلات خیلی زیاد دچار می شدیم در برنامه گذشته روی عملیات هایی که در ولسوالی دیسبز، بگرامی و اوزی 15 8 داشتیم صحبت کردیم که یک مرکز داعش اونجا از بین رفت افراد کشته شد افراد که مربوط گروه تروریستی داعش بود و کارخانه ساخت ماین بود واسکت های انتحاری بود اونو از بین رفت منشه این همه عملیات و دستاورد یک هموطن ما بود کوفرد تانست کسی را شناسایی بکنه که ریموت کنترل ماین را فشار داده بود با ما همکاری کرد ما او را بازداشت کردیم و بعد از اینکه از اونا تحقیقات صورت گرفت تانستیم چندین موقعیت اینا را پیدا بکنیم پس شما ببینید یک همکاری یک هموطن ما وقتی میتونه به این اندازه موثر باشه که بعد از ختم عملیات آنچه ارقام به ما نشان داد بیشتر از 90 حمله رصفگانه ما را شد در کابل که این 90 حمله را فقط یک هموطن ما کار انجام داد تمامش برمیگرده به همکاری هم فرد حالا ببینون ما که وقتی میگم از هر زمان دیگه که بیشتر ما نیاز داریم به همکاری عملی مردم در این وقت هدفی است که مجرم پنهان بوده نمیتونن و بستر سازی شده اعتماد هست همکاری است حداقل ما در شماره 100 که مربوط پلیس کابل میشه در 24 ساعت بیش از 100 تماس می داشته باشیم این تماس ها معمولا شکایت هست اطلاع دهی است آگاهی دهی است موارد است که مشکلات امنیتی اجتماعی هست این همه موارد با ما شریک میشه بس موارد مزایمت هست بسیاری اوقات بله اگر مسکال هم میتونه چون شکایت هایی وجود داشته از گذشته میریم سراغ تماس بفرما بیننده محترم سلام عمرانتم از وزیمت مشرک علیکم سلام
من خواهشم از دولت هست که همین دولت میوالید یک چیزی کدر میتونه، یک چاپا میندازه یا شبکی میایه خانه مردم پتلاش میکنه یا خانه شبکی میایه مردم بمبار میکنه. یک واری یک کاری کدر میتونه. چرا از داری مردم یک آزار میتونه؟ مردم چرا آزار میتونه؟ یا زوان دیتیر از بین شهر میزنه، خانه مردم تباه میکنه، مردم سر نفر اگر خودتون را به معرفی بگیرین، کی هستین و از کجا به تماس شدین و خانیتون در کجا موقع داره؟ عمران هستم، از غزنی به تماس شدیم. بفرمایین ادامه صحبتهایتان آقای عمران. دولت ولی یک کاری کده نمیتونه، یا سری مردم چاپه میندازه یا میاید خانه مردم میزنن، خانه مردم بمبار میکنن، یا از بین شهر بیتی میزنن، همیوانه بیتی در منطقه میزنن، در یک قریه میزنن، حتی خانه را میتونه در اوان بیتی زدن، اما صدای ما را کسی نشنویدن، از منطقه بارن دیم ایت صدای ما را به دولت رفتیم ایت پرسانی ما نکد که از چی خاطر میزن، از کدام این چی میزنه، وان طالب میزنی، وان از هر جایی که هست وان در طیاره میزنی، یک چی میزنه، ایت صدای بیتی چرا میزنه، خانه را تبان خانه مردم میزنه، هستی فکر نمی کنین تلاشی که خانه هایی که تلاشی میشه به خاطر تامین امنیت خود شهروندان است و کسایی که در امون محلات بود و باش دارن؟ متاسفانه تماس اینا قطع شد. یک میان برنامه کوتاه. دوباره خوش آمدین، میریم سراغ تماس. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ فریمو فیضی هستم از ولایت کندز. بفرماین بانو فیضی. خواهر عزیز، در ولایت کندز بسیار وضعیت خراب است. فعلا دمی مساجد هایی که داخل خود شهر کندز است، اینجا مخالفین دولت بود باش میکنن دولت کندز، اما دولت موفق به این نمیشن، صلاحیت زیر ندارن که خانه تلاشی برن یا از آن مساجد ها از آن خب بود باش که همش از مهاجم بود باش میکنن، صلاحیت زیر ندارن که برن او را دستگیر کنن و پنجه قانون گسپارن. مردم خیلی نگران هستن به ولایت کندز. امشب هم بار که امشب این سه شب گذشته بسیار هم صدای فیر و عوام یا پراگنده هستن. فعلا همین لحظه بندر امام صاحب، بندر ارسالی چهاردره، بندر کابل، اینجا فعلا در خانه که یعنی داخل نزدیکش داخل شهر که هستن، اینجا مخالفان مسئله هستن. مردم نگران هستن، طفلا اصلا خو مکتب رفتن نمیتونه، نه مکتب نه کسایی که کارمند دولت هستن، و بسیار نگرانی اینو رفت آمد میکنن. در مورد از این که گفتین مخالفین مسلح در مساجد و یا جاهای دیگه جای گرفتن، میشه شما دیدگاه خودتون در این مورد داشته باشین؟ یکی از بیننده‌های ما انتقاد داشتن روی تلاشی نیروهای امنیتی، نظر شما چیز در این مورد؟ آیا شما این کار را به جای میدانین؟ نفهمیدم شده، ببخشین. یکی از بیننده‌های ما انتقاد داشتن که نیروهای امنیتی نباید با خانه های مسکونی را یا منازل مسکونی را تلاشی بکنن، یا نمیدانم دیدگاه خودشان بود. در این مورد دیدگاه شما چی است؟ آیا در ولایت قندوز شما چی فکر میکنین؟ همکاری شهروندان در چی سطح و حد است که باید نیروهای امنیتی را همکاری بکنن تا تلاشی بکنن جایی را که مشکوک به نظر میرسه؟ دقیقاً خوکر عزیز، ما اصلا از 100% تقریبا 80% ما مردم عامه ما ملامت هستیم، به خاطر که ما بامی دولت، بامی اساکر، بامی قماندانی همه ولایت، ما دست همکاری با ایشان نداریم. ما واقعا ما کسی که در فامیلا کسی که از مخالفان دولت در خانه ما بود باش میکنه، در اون مساجد بود باش میکنه، جرات از این کده نمیتونه که بره به دولت بگوید، دولت در قماندانی امیه یا در پرسنل همو قماندانی بگوید که اطلاع بوده که در فلانه جای اینجا بم گذاری میشه، اینجا بود باش نمی نفر،
فقط ترس و لحظ زیاد زیاد هستن بخاطر همی که همی وضعیت اونو به خودتان معلوم است که همی زیر تهدید می باشن به خودشان صد پیشت معلوم است که فلانه جای فلانه مسجد که همی به خود همی قماندان خود همی عامر امنیت فلان قماندان زخمی هستن عامر امنیت معلوم است که مسجدی توت مزار چیز مسجد اینی مدرسه خیابان از مدرسه خیابان او طرف یک چند صد متر مدرسه میدان پخته اینجا بود باشد مخالفین دولت بسیار زیاد هستند موفق به این شده نمیتونن. ممنون تماستان از این که دیدگاه و نظر خود را و مشکل و نگرانی را که داشتین با ما در میان گذاشتین. در این مورد خیلی کوتاه بان که به مسئولیت شما نیست ولی به نمایندگی از وزارت امور داخله اطمینانتان بر از اینا چیست؟ تشکر. مکسمی داشته باشم به صحبت های آقای عمران از غزنی هم. نیروهای امنیتی متلاشی میکنن هر جایی که مشکوک باشن مطابق قانون مسئولیتشان است و قانون برشان اجازه را میده. ما شاهد ازی بودیم که راس افکنا هم واره قسم که خواهر ما می لحظه گفتن از خانه های مسکونی استفاده کردن و حتی مساجد به می ترتیب مکاتب شفخانه ها و نیروی امنیتی ما مجبور هستند قانون برشان یک قمی تک برند تلاشی بکنن و در غزنی هم قسم که دوست ما گفت بله اونجا تلاشی میشه در هر جایی که ما شک بکنیم که مشکل است حتما این موضوع هست اما خدای نکرده به باور نیستیم که ما به افراد ملکی کوچکترین آسیب برسه. کنداز جنگ که در کنداز صورت گرفت و درگیری که بود شما دیدین که وزیر صاحب محترم داخله و وزیر صاحب وزارت دفاع با جمع از نیروهای امنیتی ما در خط اول نبرد بودن حضور پیدا کرده بودن و هیچگاه فکر نکنه ای راس افکنا که میاین و مشکل ایجاد میکنن بالاخره این مشکل ادامه پیدا میکنه اونا مثل یک چیز وقت شما ببینن دفتن بیاین یک کار انجام بتن اصلا باور از اینایی بود که باز کندست و کود بکنه و سه چهار روز اینا اونجا حاکمیت بکنن باشن اما قسم اینا پراگنده شدن. متاسفانه که همیشه ما با این مشکل روبرو بودیم حتی در کابل در کنداز افراد میرن امی حراس افکانا در خانه مسکونی که افراد ملکی است اونجا اونا را سپر میسازن داخل مسجد میشن اونجا را به خود سپر میسازن به شفخانه اون خوب میفهمن که نیروهای امنیتی ما با عزم که دارن ارادی که دارن و باور ایمان که دارن هیچ گاهی به مسجد حمله نمیکنن هیچ گاهی به خانه مردم حمله نمیکنن هیچ گاهی به شفخانه حمله نمیکنن اونا از این موضوع استفاده میکنن و نیروهای امنیتی ما حوصله مندی خود را نشان میدن و با تکنیک و تاکتیکای کس هر چند زمانگیر میشه در یک شمار موارد خانه های مردم هم مورد حمله قرار گرفته از طرف راس افکنا بوده داشته از طرف نیروهای امنیتی هم بوده چندین بار خب او موضوع باز اگر بوده باشه که ما قبلا شما دیدن که هیئت تنظیم شده و رفتن و بررسی شده هیچ مورد پنهان نمیمان از مردم و رسانه‌ها اما آن چی در کنداز من مشخصا در کنداز صحبت بکنم این که ما اگر زمانگیرم عملیات میشه بالاخره به یک نوه به یک راهکار میسنجیم تا حراس افکنا را از خانه مردم بیرون بسازیم و ما تلفات ملکی نداشته باشیم مردم چون جنگ ما به خاطر امنیت مردم هست اگر ما می جنگیم با حراس افکنا به خاطر تامین امنیت مردم است پس چگونه میشه که ما در خانه ملکی وقتی حراس افکن جا گرفته اونجا حمله بکنیم و مردم ملکی خود را از بین ببریم نیروهای امنیتی ما حوصله میکنن شاید عملیات زمانگیر شه اما به این شکل نیست که همیشه باقی بانه ای خواهر ما نگرانیشان بابت این بود که در مساجد جای گرفتن در خانه مردم حتما ما با آقای نصرت رحیمی سخنگوی وزارت محترم امور داخله صحبت میکنم و این مورد با اونا شریک میسازم تا با مسئولین شریک بسازن حتما توجه جدی شده در کنداز و بیشتر از این توجه خواهد شد. ممنون. بازم تماس از کنداز داریم. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ زنده و سلامت باشین. کی از کجا؟ وکر یک قدر جنگ است. ما بیش خفته شدیم از جنگ. همیشه جنگ کس نیست جمعیت نیست. ما مکتب رفته برای ما نمیتونم مکتب برمم با کلی بطه سلان تفتیم چون شب هم جنگ بود تو شب دیگه هم گفتن عملیت کلی بطه شوش بود هر کدوم از خانه هایش برامده بود تا که ما هیچ کسیم ممنون تماستان. نگرانی شما را قسمی که در پاسخ به
دیدگاه و نظر و پرسشی که بانو فیضی داشتن آقای فرامرز وعده سپردن که با مسئولین وزارت امور داخله هم در میان میگذارن. میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ افشار خوب هستید؟ بخیر هستید؟ بخیر باشید. ما میراشد افشار ما باز ولایت کندز هستیم، در کابل آمدیم، فعلا میخواییم بریم به طرف ولایت خود. خب مریض هم داریم، ایران مرزود هست، تا که باید یه سر نوش بگردیم اینجا. بفرمایید دامه صحبت هایتان. ما نزای اهل ششما برای نیرای امتی باید کلام رو بریم، چه رقم بریم؟ مریض کاسه هر طفل مریض باز با کلام رقم و حالات ما بخواهیم بطرا رو کندوز بریم. آیا راه ها مزدود است؟ ولی ها با پلخمری بغلان هم همین قسمت ها در سر سرک ها مخالفین هست دفتر نمیتونیم. ما ایران منی چی کنیم؟ اشار کابل خود ما بهم مریم دیگه. ممنون تماستان. امروز روی وضعیت امنیتی کابل بحث داریم. شمایی که در رابطه موضوع برنامه دیدگاه و نظری دارین تماس بگیرین، بیایی که در رابطه با وضعیت امنیتی پرسش و یا دیدگاهی دارید میتونین امین لذب بگونه مستقیم با تماس شده مشکلتان را با ما در میان بگذارین تا در لابلای بحث امروز آقای فرامرز برتان پاسخ بگوین. ما امروز نمیدانم چرا با وجودی که موضوع برنامه ما متمرکز بود بر پایتخت، ولی بیشترین تماس ها را از ولایت ها داشتیم. بحث ما را ادامه خواهیم داد اما بعد از یک وقفه. دوباره خوش آمدین. قسمی که تارست ساعت ده ما شما را همراهی میکنیم، پس 4 تا 5 دقیقه دیگر هم با شما هستیم و در داخل لحظات برنامه هم شما فرصت دارین پرسش و دیدگاهی را در رابطه با وضعیت امنیتی کابل دارین با ما در میان بگذارین تا آقای فرامرز برتان با استفاده از آخرین لحظات پاسخ بگن. بفرمایید آقای فرامرز، بیننده ما که از کابل به تماس شده بودن و میخواستن که برن به طرف قندوز، میخواستن اطمینان حاصل بکنن از راههایی که تا امروز هم ممکن مسدود باشه. خب بعض راهها کابل قندوز، کابل بغلان، تا بغلان مشکل نیست در پلخمری. بعد از اون مسیر راه، خب قسم قبلا براتون گفتم عملیات ادامه داره. مسیر شهرها قسم است که حراس افکن ها از فرصت استفاده میکنن که مشکل ایجاد بکنن. اما مشکل نیست که اگر دوستا برن میشه با بخش های مسئول هماهنگی بکنن، ما هم صحبت میکنیم، میتونن که اینا ادامه بتن به سفر خود. اما موضوع این که با تاخیر راه باز میشه مسدود میمانه، بازم وحشت از طرف ایراس افکنا هست. گونا مردم ما ایراسشان از نیروی امنیتی ما نیست، بسیار واضح است. شما ببینین تا چی حد افراد مردم افغانستان اینا تحت تاثیر فشار قرار میتن، در حال که اینا مریض دارن و میخواین به جای خود برن به خانه خود، اما اونا مسیر میخواین مسدود باشه هنوزم و ما در تلاش هستیم به زودترین فرصت اونا از بین برن، کشته شوند و راهها پاکسازی شوه که مناطق زیاد و ساعت پاکسازی شده. من فکر میکنم باید مسئولین در این مورد گفتن و اونا بگوین که کدام ساعت پاکسازی شده. عملیات ادامه داره و ان شاء الله امیدوار به این هستیم به زودترین فرصت تمام مناطق پاکسازی شود. بیننده ما به تماس شده بودن به خاطر امنیت جانشان هم که شده، خب میدونم مشکل است، ولی یکی چند روز دیگه هم منتظر بمانن و پیگیری بکنن تا اینکه راه ها باز شد و عملیات و درگیری ها پایان یافت، شما میتونین که دوباره برگشت بکنین به طرف ولایت قندوز. و قسمی که در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، ممکن یک تماس دیگر هم بتونیم پاسخ بگیم اگر داشته باشیم. تماس نداریم. آقای فرامرز، روی جرم‌های جنایی چقدر کار صورت گرفته و چی راهکاری روی دست دارین تا کاهش پیدا بکنه حداقل جرم‌های جنایی در پایتخت؟ تشکر. کاهش پیدا کرده خوشبختانه در کابل، کارهایی که صورت گرفته ما که توسط تیم امنیتی کابل به خاطر به تیم امنیتی کابل متعامل شدن و همه زحمت را نتیجهش محسوس است. ما
اگر طبقه بندی بکنیم این جرایم جنایی را از سرقت وسایل آغاز بکنیم، در ماه اسد ما 11 مورد سرقت وسایل داشتیم، 6 موردش دوباره پس بازداشت شد، افراد وسایل به مالکینش تسلیم شد، 4 موردش تحت کشف بود، 1 موردم تحت تعقیب که روی ازمام کار شده. به این نشان دهنده کاهش است در سرقت وسایل. از طرف دیگه ما بیش از 15 نفر در 2 هفته گذشته افراد که موبایل ها را چور چپاول میکردن با واسطه موتورسایکل، اینا بازداشت شدن از نواحی شهر کابل. به می ترتیب افراد که پول نقد را فرار داده بودن از پیش کسه دست، از مربوطات توزیع اول تانستیم بازداشت بکنیم. این همه موضوعات است که افراد وقتی یک جرم انجام میتن به تعقیب از او، چون اینا مجرم هستن و خودشان هم قبول کردن، به اینمی عادت کردن باید جرم انجام بتن، اینا با اونمو جرایم دست میزنن و یک فرد است در یک منطقه. وقتی بازداشت میشه و ساحه آرام میشه، مردم هم خرسند میشن از این. من خوشبخت به این هستم که پیامایی را دریافت کردیم از هموطنهای عزیز ما از کابل، گناه تشکری کردن از تیم امنیتی کابل که افراد را که ما بازداشت میکنیم عکسشه، نامشه و تمام معلومات آن جرم را که انجام داده همگانی میسازیم و مردم حقشان است باید بدانن. از طریق صفحه پلیس کابل در فیسبوک همگانی میشه و ما شورت اسکرین گرفتم میفرستن که در منطقه ما بود، بسیار از این آرام بودیم و تشکر که را بازداشت کردن. این پیام ها بدون شک روحیه می بخشه به نیروهای امنیتی ما و بیشتر شیمه بیشتر برشان پیدا میشه تا بیشتر تلاش بکنن و افراد مجرم دیگه هم بازداشت شود. کاهش چشمگیر داره جرایم، انشاءالله تا یک کنفرانس در بعد از محرم با دوستا جزئیات کافی، ارقام و مزنونینی که در پیوند به جرایم مختلف بازداشت را شریک خواهد کردیم و انشاءالله که مردم هم همکار بودن، یعنی فراموش نکنیم که کاهش جرایم مستقیم به تاثیرش همکاری مردم بود. اگر همکاری مردم نمی بود واقعا ما به این حد نمیتونستیم کار بکنیم که جرایم جنایی کاهش پیدا بکنه. بازم همکاری مردم به تقاضا داریم بخاطر بیشتر کاهش پیدا کردن تا افزایش پیدا بکنم. ممنون فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و برنامه حضور پیدا کردین. بیننده عزیز ممنون، همراهی شما همچنان هستم. پایین دوات کشورم.